در این ویدیو بهتون یاد میدم که با سه تا رنگی که دوست دارید یه شال سفید رو رنگ کنید، با لباساتون ست کنید یا اگه دوست دارید هدیه بدید. من خودم این سه تا رنگ رو انتخاب کردم. بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. سلام، نسترن آهنگری هستم و اینجا حوزه نقاشی. برای این کار ابزار زیادی نیاز نداریم. فقط کافیه یه شال نخی سفید داشته باشید و چند تا دونه رنگ که میتونید به سلیقه خودتون انتخاب کنید. حتی تک رنگ هم میشه کار کرد. اما مدل‌های مختلفی وجود داره که توی این ویدیو من یه مدل پیچ رو براتون آموزشش رو گذاشتم. اما توی ویدیوهای بعدی مدل‌های دیگر رو هم براتون میذارم. برای این کار بهتره که از پارچه‌های حریر، ساتن و یا نخی استفاده بشه. از پارچه‌های دیگه هم میشه استفاده کرد، اما این سه تا بهترینه که باز از بین این سه تا هم پارچه‌های نخی نتیجه بهتری بهتون میده. برای این کار که در واقع یکی از شاخه‌های چاپ باتیک هست، رنگ‌های زیادی وجود داره توی برندهای مختلف. من خودم رنگامو از یک تا آرت گرفتم و روی پارچه‌های مختلفم امتحان کردم. نتیجهشو خیلی دوست داشتم. آدرس پیج اینستاگرام و سایتشون رو توی دیسکریپشن براتون قرار میدم. همون جوری که میبینید همه رنگا رو موجود دارن. اگر نتونستید رنگای مخصوص این کار رو تهیه بکنید، حالا از این جایی که من معرفی کردم یا کلان از هر برند دیگه، میتونید از رنگای اکریلیک استفاده بکنید. اما قبلش حتما با آب رقیقش بکنید، چون همونجوری که میدونید از رنگای اکریلیک بیشتر برای نقاشی روی پارچه استفاده میشه. و خب یه مشکلی که وجود داره اینه که پارچه‌تون یه مقدار بعدش خشک میشه. از قلمو یا سرنگ میتونید برای این کار استفاده کنید. همونجوری که میدونید سرنگا اندازهای مختلفی دارن. من از سرنگ 25 سی‌سی استفاده میکنم به خاطر اینکه حجم بیشتری داره و خب من راحت‌تر میتونم باهاش کار کنم. چیزی هم نیست که بخواید دیگه دور بندازید، میتونید بشوریدش و برای کارهای بعدیتون استفاده کنید. هم با سوزن و هم بدون سوزن میشه ازش استفاده کرد. اون دیگه به ظرافت کارتون بستگی داره. اگر آماده این، بریم برای شروع کار. اولین کاری که باید بکنیم اینه که پارچه‌مون رو حسابی خیسش بکنیم. این کار باعث میشه که رنگ داخل بافت پارچه حرکت بکنه. بعد از اینکه مطمئن شدید آب به همه جای پارچه‌تون رسیده، پارچه رو بچلونید و آب اضافیش رو بگیرید. دمای آبم اینجا خیلی فرقی نمی‌کنه که حالا با آب سرد باشه یا با آب ولرم باشه، فقط آب داغ نباید باشه. حالا بریم سراغ کار اصلیمون. شالتون رو از وسط تا بزنید. من یه کوچولو سرعت ویدیو رو آوردم پایین برای اینکه شما خیلی واضح بتونید ببینید. این کار رو شما با چنگال هم میتونید انجام بدید، ولی باید حواستون باشه که به بافت پارچه آسیب نرسونید. من ترجیح دادم که با دست انجام بدم. یه نکته ای رو اینجا میخوام بگم. شما اگر عیناً هم مثل من انجام بدید و دقیقاً هم از رنگای من استفاده بکنید، اما نتیجهتون یه کوچولو ممکنه متفاوت بشه. به خاطر اینکه ممکنه جنس پارچه فرق بکنه، غلظت رنگی که دارید استفاده میکنید متفاوت باشه و کلاً هم این بیشتر یه کار تصادفیه و دقیقاً جالبیش هم همینجاست. اینکه شما این اجازه رو میدین که رنگ خودش حرکت بکنه و خودش طرح بندازه. اما خب با این مدل در واقع تا زدن پارچه، شما اون مدل پیچی رو که میخواید توی کار نهاییتون میتونید ببینید. بعد از اینکه پارچه‌مون به این حالت در اومد، شروع میکنیم از نخ پلاستیکی استفاده میکنیم برای اینکه یه قسمت‌هایی رو گره بزنیم. اما این یادتون باشه که حتما از نخ پلاستیکی استفاده بکنید. اگر که ندارید میتونید نختون رو به پارافین آغشته بکنید یا بهش موم بزنید. کلن یه جوری باشه که اون قسمتی رو که ما داریم گره میزنیم در واقع رنگ اون به اون قسمت نفوذ نکنه. که این کار فقط با جنس پلاستیک امکان پذیره. میتونید از کش پول هم استفاده بکنید. حالا میریم سراغ رنگ کردن. من از لیوان پلاستیکی استفاده کردم. شما اگر که پارچه‌تون کوچیک‌تره میتونید از پالت هم استفاده کنید.
رنگایی که من انتخاب کردم آبی پررنگ، بنفش پررنگ و سرخابی هستش. یک کوچولو از هر رنگ رو می‌ریزیم داخل لیوان. این نکته رو حتما حواستون باشه که الان باید پارچه‌تون خیس باشه. اگر که فکر می‌کنید یکم رطوبتش رو از دست داده، با آب پاش بهش آب بزنید. میتونید رنگاتون رو با آب قاطی نکنید یا با مقدار خیلی کمی آب قاطی کنید. اما چون من کلن کارهای کمرنگ رو بیشتر دوست دارم، با مقدار بیشتری آب قاطی کردم. یا مثلا یه موقعی هست شما میخواید که فقط یک رنگتون خیلی پر رنگ باشه و بیشتر به چشم بیاد، پس فقط اون رنگ رو با آب کمتری قاطی کنید. برای رنگ کردن هم میتونید از سرنگ استفاده کنید و هم از قلمو. شروع میکنم اطراف اون نخهای پلاستیکی رو رنگ زدن. حواستون باشه هر موقع که میزتون رنگی شد همون موقع تمیزش کنید، چون ممکنه شال سفید رو بذارید روی رنگ و اونجایی که نمیخواید رنگی بشه. اگر بین رنگهایی که انتخاب کردید تضاد خیلی زیادی وجود داره، مثلا بنفش رو انتخاب کردین با زرد، حواستون باشه که حتما قلمو یا سرنگ رو توی هر مرحله بشورید. یعنی اگر که سرنگ رو کردید توی رنگ زرد، بشوریدش و بعد بنفش رو استفاده بکنید، چون اگر این کار رو نکنین رنگ زردتون توی کار نهایی خیلی چرک دیده میشه. اجازه بدید که یکم کارتون خشک بشه و بعد اون گره ها رو باز کنید. مخصوصا در مورد پارچه های حریر همون موقع باز نکنید، چون رنگ سر میخوره و اون طرحی که شما انداختید کامل از بین میره. اینم نتیجه کار من بعد از باز کردن گره ها. خب قبل از اینکه من این گره ها رو باز کنم که یه مقدار پارچم خشک شده بود، ولی هنوز یه رطوبتی داره، همینجوری صاف یه جا پهنش کنید. حالا برای اینکه این رنگ تثبیت بشه لازمه که اتوش کنین. گرمای اتو باعث میشه که رنگ تا حد خیلی زیادی تثبیت بشه. در مورد شستشوی این پارچه ها هم بگم که چند دفعه اولو بهتره که با دست بشورید و بعدش که مطمئن شدید که دیگه رنگ نمیده میتونید داخل ماشین لباسشویی هم بشورید. اینم نتیجه نهایی که امیدوارم دوستش داشته باشید. خیلی ممنون از اینکه در این ویدیو با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و برای دیدن آموزش‌های بعدی ما کانالمون رو سابسکرایب کنید. تا بعد.